در خدمت شما هستم جناب زبوس بزرگوار. بسیار خوب، ما هم در خدمتون هستیم. بکنم بریم سر اصل موضوع که خیلی وقت نداریم. در واقع اینه که بخواید شما شروع کنید موضوع رو، بحث علیت و بررسی علیت از هر لحاظی که میخواید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت همه دوستان بزرگوار و تشکر از جناب زئوس و دوستانشون که امشب ما مهمان دوستان هستیم در این گروه. بحثی که ادامه بحث های گذشته بود که الان ناخواسته مطرح شد، بحث برهان علیت بود. برهان علیت یکی از ادله خدا باوران و موحدین برای اثبات خداوند. دوستانی که نگاه مادی دارم و نگاه ببخشید صدا خیلی کیفیت خوبی نداره، که متافیزیک وجود نداره و من بهشون حق میدم با نگاهی که دارم وجود داره. ببخشید آقای جمالی صدا خیلی واضح نمیاد. الان خوبه ولی صدا خیلی بریده و بله. ببینید، بحث برهان علیت بود و چیزی که قوام برهان علیت بود اصل علیت در عالم هستیه. بحثی که مطرح شده یکی از ادله اثبات وجود خداوند از جانب خدا باوران و موحدین برهان علیت. بحثی که مطرح شد همین برهان علیت، بحث علیت اون چیزی که خیلی مهمه. جناب زئوس که مکررن فرمودن که من اصل علیت رو قبول دارم، بحثی نیست. حتی من از ایشون پرسیدم که در زمینه آخه بعضی از دوستان آتیست که بنده باشون صحبت کردم، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، استنادشون بیشتر روی اصولیه که هایزنبرگ از کوانتوم استنباط کرده و اصل عدم علیت رو قبول دارم و میگم در عالم ماده ما چیزی به اسم علیت نداریم. اما جناب آقای زئوس فرمودن که نه، ما بحث اصول سگانه کوانتوم رو محدود به عالم کوانتوم میدونیم، در فضای اتم ها و خارج از اون ما کاری باش نداریم. خیلی صدا بد میاد جمالی، یه جوری رو درست قبول دارم و اینجا ما نقطه مشترکمون اینه که اصل علیت رو در عالم ماده قبول داریم. برهان علیت داره برای عالم ماده یک ماده و یک علت رو که علت هستی بخشه. صدا بده الان؟ بله، کیفیت صدا خوب نیست. من نمیدونم میخواید هدست استفاده کنید، میخواید ما دار فاصلتون رو تا لپتاپ کم و زیاد کنید، نمیدونم. باشه، الان صدا به نظرم بهتر شد، درسته؟ بلندتر شد. بله بفرمایید ببینیم که بله. حالا چکیده بحث رو من خدمت شما عرض کنم، خیلی سر دوستان رو به درد نیارم. بحثی که بود که گفتیم بحث قوام برهان علیت و اصل علیته. اصل علیت رو بنده و جناب آقای زئوس قبول داریم، چون آقای زئوس فرمودن که من اصل علیت رو قبول دارم. فقط تفاوتی که هست، مسلمانان میگن که این عالم هستی یک مبدعی داره، ولی دوستان آتیست میفرمان که نه، ما محدود به عالم ماده هستیم. تفاوت نگاه ما در علیت در متافیزیک هست. یعنی ما بحثمون الان دعوایی که هست، بحثی که هست، جدلی که هست روی متافیزیکه. یعنی اگر متافیزیک اثبات میشد برای یک آتئیست، همین برهان علیت رو به اونجا تعمیم میداد. این طرح مسئله بود. حالا من در خدمت شما هستم جناب زئوس. خب این که اگر متافیزیک اثبات میشد این رو تعمیم میدادیم، خب این دو مرحله است. یکی اولا اثبات این متافیزیکه که اصلا چنین چیزی هست یا نه، دوم اینکه به چه دلیل ما اینو تعمیم بدیم به اون. یعنی باید اینم اثبات کنیم که این علیتی که تو این دنیا اعتبار داره تو اون متافیزیک هم اعتبار داره، اینم باید ثابت بشه. ما هر چه دیدیم تو این دنیا بله. بوده. بسیار خوب. خب بحث اصلی که تفاوت نظر من و جناب آقای زئوس هست، همینجور که فرمودن، یکی بحث متافیزیکه، یکی بحث تعمیم دادن این قانون که آیا قوانینی که ما اینجا داریم در متافیزیک هم حاکم هست، آیا متافیزیک اصلا به عنوان مجرد میتونه علت یک ماده باشه، که یه مسئله است. ما برای اثبات متافیزیک اول باید بریم سراغ نگاهامون به هستی. من یک نگاهی به عالم هستی دارم، یک هستی خب شناسی اجازه بده این بحث ما رو عوض میکنه، این بحث ما رو از علیت میبره رو بحث متافیزیک. میخواید نه دیگه، من الان بحث میخواید اجازه بده اصلا فرض کنیم یه متافیزیک هست، یک عالم دیگه ای خارج از این دنیای ما هم مثلا هست. خب حالا چطور میخواید این اثبات کنید که تو اونجا هم علیت اعتبار داره؟
بنا رو به ذهن نیاد الان متافیزیک رو اثبات کنید، تلاش نکنید که اون رو اثبات کنید، فرض میکنیم هست، منم قبول میکنم. بفرمایید. خب شما وقتی متافیزیک رو قبول میکنید یک قبول فرضی کردید و قوانین حاکم بر متافیزیک رو هنوز اثبات نکردید و همین خاطر این حلقه مفقوده هست. و حضرت عالی وقتی من میگم این علیت یک علت عالم هستی، یعنی مجردات در مرتبه بالاتری از مرتبه عالم ماده هستن، شما میگید کی اینو گفته؟ چون قوانین متافیزیک رو هنوز براتون مشخص نشده، فرض گرفتید اصلش رو، یعنی یه وجود اونمایی براش اثبات کردید اما قوانینش رو که هنوز نپذیرفتید شما، درسته؟ خب بله، قوانینش ربطی به قوانین ما نداره. اگر ربط دارین ربطش رو نشون بدید. یه سری یه دنیای دیگه ای هست، یه دنیایی هست، یه سری قوانینی برای خودش داره، ما نمیدونیم چیه، آزمایش هم نکردیم و ندیدیم هم چیه. یعنی هر چی بگیم الکی از خودمون گفتیم، بگیم مثلا این قانون دوش داره، اون قانون رو دوش داره، هی نمیدونیم چی. حالا شما اگر میخواید یه قانونی بهش نسبت بدید، خب اون رو بگید چجوری پی بردید که این قانون تو اون عالم مثلا فلان هست. خب همینجور که شما در مطالبی که فرمودید گفتید هنوز ما آزمایش نکردیم قوانینش چه چیزی هست، شما هنوز با ابزار حسی و اثبات گرایی و مشاهده گری میخواید متافیزیک رو اثبات کنید و اصلا بس روی همینه. ببینید وقتی میگید متافیزیک یعنی خارج از عالم ماده، پس دیگه مشاهده معنا نداره، یعنی ابزار حسی اونجا کارکرد ندارن، باید یک دریچه معرفتی جدیدی باشه که اون رو شناسایی کنه و قوانین حاکم بر اون رو شناسایی کنه. نداریم. من اصلا می‌خواستم همین رو می‌خواستم مطرح کنم. ببینید الان اختلاف نظر من و جناب آقای زئوس، اختلاف نظر یک موحد با یک خدا ناباور، یا بهتر باید بگم کسی که نمیتونه راجع به متافیزیک حکمی رو منطقا صادر کنه، اینه که نگاه ها متفاوته. یعنی کسی که جهان بینی علمی داره فقط به عالم ماده محدوده و عالم ماده رو همه هستی میدونه، ولی کسی که جهان بینی عقلی و فلسفی داره، داره از قوانین عقلی و فلسفی که در همون جهان بینی مادی استفاده میشه داره استفاده میکنه و متافیزیک رو بررسی و تحلیل میکنه. یعنی تفاوت در اینه، جناب آقای زئوس میفرماید که من باید مشاهده کنم، این ابزار حسی شد. شما خب وقتی اسمش با خودشه، میگیم متافیزیک، ماورای طبیعت، خارج از عالم طبیعت، پس دیگه این ابزار حسی اونجا کارکرد نداره. مثل اینه که من الان تهرانم، بعد بگم که منی که الان تهران نشستم باید تبریز رو ببینم، خب نمیشه، امکانش نیست. خیلی خوب، درسته؟ خیلی خوب، ابزار حسی برای این دنیاست، عقلم متناسب با همین دنیاست. حالا شما میگید ما با این عقل میخوایم پی ببریم که در یه دنیای دیگه که هیچ ربطی به ما نداره چی میگذره، این منطقی نیست، ولی با همینم هم حتی به اون نمیتونید برسید. خب یعنی شما مثلا ببخشید، مثلا شما میگید که خب تو این دنیا ما علیت رو قبول داریم دیگه، بدیهی میدونیم، انقدر دیدیم دیگه اصلا بدیهی شده برامون، یه سری قوانین دیگه هم هست برامون بدیهی شده، با این عقل در واقع میخوای بگید خب پس اونجا هم همینه دیگه، یعنی چیز دیگه نمیتونه باشه، وقتی ما اینجا بدیهی پس لابد اونجا هم بدیهی. یعنی دارید همینجوری این عقلی که مال این دنیاست با این تجربه به دست اومده میخواید تعمیمش بدید به اون دنیا، خب دقیقاً قوانینی مثل همین دنیا پیدا میکنید دیگه، چیز خاصی پیدا نمیکنید و این رو دارید در میسازید. در واقع میگیم عالم هپرود یک همچین قوانینی داره برای خودش، خب اینا رو داریم میسازیم، هیچ اثباتی نداره. میگید که خب مثلا این مشاهده کردن اینا مال این دنیاست و اون تعطیل عقلم که در واقع اونم مال این دنیاست، حالا همینجور الکی میگیم به اونجا و هیچ جوری هم ثابت نمیشه که این فکری که کردیم مثلا درست یا درست نیست. نه خیر، ببینید جناب آقای زئوس، شما چند تا فرض رو مطرح کردید که اولا خارج از حیطه معرفتی شماست و اصلا نباید راجع به اینها حرف بزنید، و اینکه این رو دیگه باید یک فیلسوف که نگاه ادراکی و عقلانی به هستی داره این باید مطرح کنه، اون موقع شما با ابزار عقلی برید به جنگش، بگید شما اشتباه میگید. شما میگید عالم متافیزیک ربطی به عالم ماده نداره، خب شما طبق مبنای معرفتیتون این رو در آزمایشگاه مشاهده کردید، بررسی کردید که حکم سلبی صادر میکنید و میگید هیچ ربطی نداره. یک مثلا، یک فرضتون که شما میگید متافیزیک دخالت داره تو این دنیا، متافیزیک دخالت همین دیگه، من دارم بنده به عنوان کسی که اعتقاد به متافیزیک دارم و ابزار معرفتی من در جهان بینی فلسفی من عقلمه، میگم دخالت داره و تأثیر داره و منشأ این هستیه و قابل اثباته. البته نه با ابزار حسی. اجازه بده. من حرفم رو ادامه بدم. من ابزار معرفتی من
داره یک عالمی بالاتر از این رو نشون میده. ابزار معرفتی حضرت عالی داره عالم ماده رو نشون میده. نه اصلا این رو نمیگه. وقتی میگه اجازه بدید شما میگه که من اعتقادم اینه که متافیزیک اثر میگذاره روی این دنیا، این اعتقاد منه، معرفت منه و الی آخر. این وقتی اثر میگذاره دیگه این از این حالت اعتقاد و اینا خارج میشه، اثرش باید اثرش قابل مشاهده باشه، باید بگید این اثر رو گذاشته اینجا، این نیرو رو وارد کرده، این تأثیر رو گذاشته، این میشه اثر. اگر میگید تو این دنیا یه موقع هست میگید که نه اثری نداره، من اعتقاداتم اینه، خیلی خوب، اون بحثی نیست، شما اعتقادتون یه دنیا دیگه. اگر میگید که اثر داره، خیلی خوب اثرش رو نشون بدید، ما نیرویی که وارد کرده به این دنیا رو اندازه میگیریم و وقتی نیروش رو اندازه گرفتیم جزء فیزیک حساب میشه. نه دقت بفرمایید، چه اثری بزرگتر از همین عالم هستی؟ معمولا الهیونی که قائل به متافیزیک هستن معلول اون عالم رو همین عالم ماده میدونن و اصلا بحث برهان علیت همینه که معلول اون علت این هستیه و این هستی که یک فیزیکالیست داره نگاه فیزیکالیستی بهش میکنه، یه کسی که نگاه تجربی و حسی به عالم داره داره تو این عالم نگاه میکنه، اینها همه معلول همونن و ما در مقام اثبات همونیم. به همین خاطر شما میگید ما این رو فرض بگیریم، دقت بفرمایید، شما میفرمایید که ما این عالم متافیزیک رو فرض بگیریم و حالا بیایم بگیم تاثیر داره. به همین خاطر شما هنوز قوانینش رو تحلیل نکردید، بررسی نکردید، میگید تاثیر نداره. اتفاقا من میگم تاثیر داره، از نظر عقلی قابل اثباته. ولی بحثی که هست ببینید این باید تحلیل بشه. شما میگید من نگاه حسی دارم، من میگم نگاه عقلی دارم، هم باید نگاه عقلی من و هم نگاه حسی شما در بوته نقد و بررسی قرار بگیره، ببینیم آیا اعتبار و حقانیت داره یا نداره. اصلا بحث توی همینه. بعد شما توی مقدمه که مطرح کردید بحث متافیزیک میگید که هیچ ربطی نداره. خب یک، من یه سوال از شما دارم. شما اجازه بدید من بس اجازه نذاشتید من حرف بزنم، صحبتتون رو میکنید میره سر یه موضوع دیگه. من ادانه نه موضوع دیگه نیست، همون بحث هم خب من جوابشو بدم یا اصلا فرصت ندارم جواب بدم؟ نه من شما... حرفم تموم نشده، شما جواب بدید. شما جواب بدید، من حرفم تموم بشه. شما همون که میگید ربطی نداره، شما میفرمایید که اثبات پذیری معیار شناخت هر چیزی. ببینید الان دارید یه چیزای دیگه میگید، یعنی اجازه ندادید من حرفمو بزنم، میرید سر یه چیزای دیگه، یه سوالای دیگه مطرح میکنید، یعنی اون میمونه اون حرف شما. این روش منازعه کردن که نشد. شما ولی حضرت عالی بفرمایید، من عرض شما میگید چه اثری بزرگتر از این که اصلا کل این جهان مثلا اثر اونه؟ خب این که دلیل نشد، این که اثر محسوب نمیشه. شما همینجوری ادعا میکنید این جهان اثر اونه، اینو نشون دادید که اثر اونه، چجوری اثر اونه؟ شما اینجور باشه من هر چیزی رو میتونم بگم وجود داره. الان مثلا غول چراغ جادو وجود نداره، اصلا این مریخ اثر اونه، اصلا چرخش ماه به دور زمین اثر اونه، پس وجود داره. این که نشد، این که اثر نشد. شما نشون بدید کجا به تو این دنیا، اجازه بدید شما باید نشون بدید کجا تو این دنیا اثر کرده. شما میگه کل این دنیا شد اثرش، ای بابا این که دلیل نشد اصلا. من نکته ای رو خدمت شما عرض کنم، این که مثلا یه وقت دوستان مشاوره میدن نظری جمالی حرف زنه، تو پیام ها رو واسه من فرستادن نظری جمالی حرف زنه، این کار صحیحی نیست. خب داریم همون بحث رو، من اصلا این پیام ها رو نمیبینم و این و اتفاقا شما مدام صحبت میکنید، من خیلی کم حرف میزنم، شما اینو میتونید ببینید. یا دقت بفرمایید، لطفا وارد بحث حاشیه‌ای نشید. حاشیه‌ای نشدم. اینا این حرفا حاشیه است که میگه دیگران نمیدونم پیغام دادن که مثلا نظر جمال، اینا حاشیه است. وارد این حرفا نشید. بحثمون رو ادامه بدیم. آیز اوس، ببینید من از شما یه سوال میپرسم. ما هنوز متافیزیک رو اثبات نکردیم و اصلا بحثمون سر جهان بینی، میخوایم بگیم که اگه متافیزیک برای جناب آقای زئوس حل بشه، نگاه کنید اگر حل شد برای آقای زئوس و مبانی حل شد، اون موقع دعوا میرسه سر این که آیا اون متافیزیک میتونه علت این عالم باشه یا نباشه. من فرض کردم متافیزیک هست، حالا اون اثر چون علت، وقتی میخواد بگی بس علیت دیگه، وقتی میخواد بگی علت تو این جهانه، یه تأثیری تو این جهان داره، نقشی تو این جهان داره، اون نقشش رو به نشون بدید، نمیخواد اون رو اثبات کنه. ما فرض کردیم اصلا اون هست، کجا اثر کرده؟ نگاه کن، این ببینید این نقش مستلزم وجود و ماهیت عالم متافیزیکه. شما هنوز وجودش رو اثبات نکردید، قوانین حاکم بر اون نمیدونید. من فرض کردم وجود داره، هر قانونی هم داره، ما نمیدونیم، هیچی نمیدونیم، باید اثرش کجاست بر این دنیا. ببینید نگاه کنید، وقتی که نمیدونید چطور میخواید بیایید بگید که اثر پذیری شما نشون میده؟ قوانینشون نمیدونید. دقیقاً همینه. من وقتی میگم اثر داره، اجازه بدید خب جوابتون رو بدم. شما میگید از کجا میفهمید؟
نمیذارید من حرف بزنم. ببینید شما از سوال میکنید، میگه که وقتی قوانین سوال شما این بود دیگه، وقتی میگید وقتی نمیدونید قوانین چیه چطور میخواد ببین مثلا ببینید تاثیر میذاره یا نمیذاره. با اجازه منم جوابشو بدم دیگه. من اون دنیا رو، اون عالم هبرود یا هر چی که هست رو نمیشناسم، قوانینش هم نمیدونم، ولی این دنیا رو میدونم، قوانین این دنیا رو میدونم. وقتی میگم اثر میگذاره، اثر به این دنیا میخوام بذاره، من تو این دنیا نگاه میکنم، همینی که میتونم نگاش کنم تو این دنیا. اگر اثری میذاره به من نشون بدید. اینکه قوانین اون چی هست رو نمیدونم، همین که اثرش تو این دنیا رو ببینم پی میبرم که قوانین اونجا چی هست. همینجوری شما بگید اون یه سری قوانین داره که مثلا حاکم بر این هست و فلان هست و اینا رو من که نمیپذیرم. اگر اثری در این دنیا داره، من این دنیا رو میشناسم و میتونم اثرش رو ببینم، اندازه بگیرم، اون وقت پی میبرم که قوانین اون دنیایی که میگید چی هست، وگرنه فقط حرفه. بله من بعد تجربی جواب شما رو بدم. من یه سوال از شما میپرسم، این که شما تجربه رو معیار شناخت قرار دادی چه چیزی بوده؟ جواب همین متافیزیکه، منحرفم نشدم، میدونم دارم چی مطرح میکنم. بحث ما اینه که شما میگید آیا متافیزیک و قوانین متافیزیکی روی عالم ماده تأثیر دارن یا ندارن. من میخوام یه سوال از شما بپرسم در راستای همینه، منحرف هم نیست که حالا شما بخواید بگید منحرف شدید از بحث. شما چه چیزی باعث شده که تجربه رو معیار و ملاک شناختتون قرار دادید؟ تنها راه شناخت من تجربه است، همین دریافت حسی منه. نه متوجهم. شما نگاه کنید وقتی گزاره‌های علمی رو تجربه می‌کنید و یه قانون کلی صادر می‌کنید، چه چیزی باعث میشه این حکم کلی رو صادر می‌کنید؟ یعنی چه چیزی؟ من تجربیاتی که می‌کنم، باز که داری بحث قبلی رو می‌کنی، یعنی عقل رو می‌خوای بگی دیگه. با عقل خودم اینها رو میسنجم، یه سری تحلیل ها روش انجام میدم، یه سری قوانین براش تعیین میکنم. قوانین من ممکن اشتباه باشه چون با عقل بوده دیگه، قوانین من ممکن اشتباه باشه، اون رو به بوته آزمایش میذارم، اگر در آزمایش دیدم ندرسته اون رو میپذیرم به عنوان یک قانون علمی. شما علیت رو در عالم ماده قبول دارید یا ندارید؟ بله. خب این علیت، الان این قانون علیت و اصل علی معلولی که وجود چیزی متوقف بر وجود چیزی از خود قانون علیت نگاه کنید که در اثر تجربه به تعبیر شما به دست اومده، ولی یه بحثی دیگه داره. ولی طبق تعریف شما در اثر تجربه دست اومده، این نسبت بین دو چیز مادی بوده یا غیر مادی بوده؟ اصل علیت، اصل ارتباط بین این هاست، اینها رو مغز من تعریف میکنه. دو تا پدیده ارتباط بین دو شیء در عالم ماده، دو اتفاقه علیت، ارتباط بین دو شیء مادیه. این ارتباط بین اینها، این نسبتی که بین اینها در عالم هستی برقراره، مادیه یا غیر مادی؟ عرض کردم تعریفی که من میکنم مادی، اگه منظورتون ماده است که جرم داره، فضا داره، نمچه داره، نخیر این ماده نیست، ولی ارتباط بین دو چیز مادی که من تعریفش کردم، من در واقع اون رو تعیین کردم، اون قانون رو گذاشتم، قانون علیت رو من بین من نشیدم. تعریفتون از ماده میشه برای من بفرمایید؟ ماده جرم داره، فضا اشغال میکنه و از این حرفا. البته امور فیزیکی در واقع شامل انرژی و نیرو اینا هم هست که میدان و همه اینا رو شامل میشه، کلا اونا رو میگیم عالم مادی، عالم فیزیکی. جناب زو، شما میفرمایید چیزی که جرم داره فضا رو اشغال میکنه، این اصل علیت و نسبت بین دو شی عالم رو اشغال میکنه یا نه؟ عرض کردم اون تعریف ماده بود، کلا عالم فیزیک شامل ماده است و انرژی و نیرو و میدان و چیزای دیگه که هست که اینو به عنوان فیزیک میشناسیم. حالا برای اینا ما یه سری روابط و قوانین رو تعیین میکنیم. اینا که تعیین میکنیم تعریف هستن، اینا ماده نیستن، انرژی نیستن، هیچ کدوم اینا نیستن. اینها رو ما خودمون به عنوان یک سری قوانین تعریف کردیم براشون. خب جناب آقای زوز، فیزیک چه چیزی جز خارج از ماده نیست؟ فیزیک محدود به عالم ماده است دیگه، بحث اینه. خب ببینید، این تعریف که شما میفرمایید در عالم خارج واقعا وجود داره یا نداره؟ تعریف نه، وجود نداره، یعنی اعتباریه، حقیقی نیستن، ذهنیه. نه خب وجود یعنی خارجی نداره، وجود عینی نداره. نه خیر، خب باشه، ذهنیه. اگه ذهنی هست یعنی با ذهن من جعل میشه و اعتباریه، درسته؟ اگه اینجور باشه پس من میتونم الان علیت رو اعتبار نکنم، ضد علیت رو اعتبار کنم و در عالم خارج بین دو شی که در آزمایشگاه قرار میگیره این اعتبار رو
اعتبار نکنم این علیت رو و نتیجه عکس بده. آیا چنین چیزی صحیح هست یا نه؟ نتیجه هست شما اینه، نتیجه عکس نمیده. خیر، شما میتونید تو ذهنتون این رو معتبر ندونید. خیر، خب ندونید، تأثیری تو این جهان نداره. خب ولی در عالم خارج این علیت وجود داره یا نداره؟ چون اگر علیت بین اشیا وجود نداشته باشه، این قانون ثابت غیر مادی وجود نداشته باشه، شما میتونید قانون های علمی رو استنباط و استخراج کنید یا نه؟ ببینید، یعنی اگه در شرایط یکسان نمیتونید. خب پس شما دارید، نگفتم نمیتونید، همینجوری پشت سرم بعد به جمانم جواب میدید که اجازه خب بفرمایید. شما بفرمایید که من الان کلا ببینید این علیت یا حقیقی هست یا اعتباری. حقیقی یعنی در عالم خارج وجود داره، اعتباری یعنی جعل ذهن منه و در عالم خارج هیچ وجودی نداره و همین خاطر چون وجودی ذهنیه من میتونم این رو بپذیرم، میتونم این رو نپذیرم. درسته؟ صحبت کنم؟ دنیا یه سری روابطی با هم دیگه داره، یه سری در واقع نیرو و واکنش ها و رفتاری داره. ما این رفتارها رو آزمایش میکنیم، مشاهده میکنیم، از این حرفا براش یه سری قانون میچینیم، قانون وضع میکنیم. این قوانینی که وضع میکنیم ذهنی هست، بله، از جمله اصل علیت رو، این رو ما خودمون وضع کردیم در ذهن خودمون، بیرون وجود خارجی نداره. بر اساس رفتارهایی که در خارج دیدیم این رو وضع کردیم. شما میگید ما میتونیم تو ذهنمون در واقع نپذیریمش. خیلی خب، بله، میتونیم نپذیریمش. تأثیری تو رفتار طبیعت نداره. اینجوری نیست که حالا پس این عوض میشه، پس این دیگه کار نمیکنه. نیست، بیرون یه سری رفتار برای خودش داره. یعنی سنگی به شیشه میخوره، شیشه میشکنه. حالا شما میخواید این رو، شکستن شیشه رو علت سنگ بدونید، میخواید علت سنگ ندونید. به هر حال اینجوریه که تو طبیعت ما میبینیم سنگ به شیشه میخوره، شیشه میشکنه. بفرمایید. بله جناب آیزنس، ببینید حرف من که نیست، حرف پوپر رو میخوام بهتون بگم. خب شما دارید میگید این رابطه بین دو پدیده مادی وجود داره، این رابطه، این اصل این رابطه، این عکس العمل واکنش و کنش بین دو تا موجود مادی آیا در عالم واقع اتفاق میفته یا نمیفته؟ شما میفرمایید ذهنیه این مسئله، یعنی اعتباری. وقتی میگیم ذهنی یعنی اعتباری، یعنی وقتی من اعتبار میکنم سنگ به شیشه خورد بشکند یا نشکند، اعتبار یعنی این دیگه. حقیقی میگیم نه، اگر سنگ به شیشه خورد حتما سنگ این شیشه میشکنه. در بیرون سنگ به شیشه در بیرون سنگ به شیشه میخوره، میبینیم که میشکنه. این تأثیر ربطی به اعتقادات من نداره. حالا من تو ذهن خودم این اعتبار رو بنا میکنم که میگم سنگ علت شیشه بوده و از این طریق میتونم پیش بینی کنم که اگر این سنگ به شیشه دیگه ای هم بخوره اون هم میشکنه. این خود اصل علیت اعتباریه در ذهن من، ولی رفتارهای طبیعت بیرون دست من نیست و اون بر اساس اون رفتارهای طبیعی بیرون من این استنباط رو کردم که اصل علیت اعتبار داره. ما هی داریم اینا رو تکرار میکنیم. این اعتبار ذهنی رو شما از عالم خارج گرفتید یا نه؟ من بر اساس مشاهداتم از عالم خارج این اعتبار رو تعیین کردم. بله، پس این اعتبار شما باید حقیقی باشه چون منشأ خارجی داره. ببینید اعتبار یعنی چیزی که شما میگید عالم هپروت، به متافیزیک میگید هپروت. خب این منشأ خارجی تو ذهن شما نداره دیگه. میگید ذهن منه، یک وضعی، یه لفظی رو من وضع کردم، جعل کردم، میگم به اسمش متافیزیک به هپروت. من بله. میگم متافیزیک، شما میگید هپروت، یه کسی هم میگه لوله بخاری. این اعتباریه. ولی چیزی که حقیقیه یعنی در همه عالم ماده و در عالم هستی که شما میگید ماده است و منم حالا با شما همراهی میکنم، این یکسانه. اگر سنگ به شیشه بخوره میشکنه، این رابطه علیت دیگه. این رابطه علیت در عالم خارج حقیقیه برادر. ببینید شما نمیتونید این رو انکار کنید. اون چیزی که در عالم بیرون به عنوان حقیقت وجود داره همون رفتار طبیعته. نگاه کنید، دقت بفرمایید. ببینید یه وقت حتی شما مثلا میخواید با من بحث کنید، بگید نه تو متوجه نیستی. ولی نمیدونم دوستان کسی اینجا فلسفه غرب کار کرده یا نه. ببینید از خود جان لاک که این مبحث رو مطرح میکنه به عنوان حقیقی، این ما با اونا کار نداریم. ما داریم بحث عقلانی میکنیم. حالا اینکه چند نفر این برای قبول دارن چند نفر اون برای قبول دارن هیچ اهمیتی نداره. حرفم رو بگم؟ نه نگاه کنید، ببینید حرفم رو بگم. مغلطه است شما اسامی رو بیارید و بگید مثلا اینا این طور دارن. بفرمایید، شما دارید میگید عقل رو بیارید و رد کنید. شما الان میگید بحث عقلانیه، من متوجه نشدم. بالاخره عقل رو قبول دارید، عقل رو رد میکنید؟ اصلا یکی از نقاط نقاط نه اینا رو دارید از خودتون میگید. اینا رو از خودتون میگید. من کی گفتم عقل رو رد کنیم؟ نه اصلا اینطوری بحث عقلانیه. ما الان هم کل بحثی که داریم میکنیم بحث عقلانیه.
خب بحث عقلانی، خب همین. ببینید جناب آقای زئوس، شما میگید این علیت در عالم هستی. ببینید دقت کنید، خواهش میکنم، من از شما انتظارم خیلی بیشتره. من با یک بچه 18 ساله بحث نمیکنم. نکنید برده حاشیه شدید. نه برده حاشیه شدید میکنید، دارید میگید مثلا عقل تو در حد یه بچه 18 ساله است، مثلا دارید اینو میرسونید دیگه. قرار شد برده حاشیه نشد. بفهمید آقای زئوس، نگاه کنید، توجه کنید به هر صدا ضبط شده، دیگران میشنون، خویشتنداری کنید. اینم همینطور. من میگم از ما دقت کنید، من میگم انتظارم از شما خیلی بیشتر از این نرفاست، یعنی شما رو دارم تکریم میکنم، خواهش میکنم وارد حاشیه نشید. این خودش حاشیه است حرفی که میزنید. بفرمایید اصل مطلب حاشیه اینه که شما، من نمیخواد بگید حاشیه چیه، بفرمایید موضوع چیه، برید سر موضوع اصلی. همه اینه که ببینید، نه بس علیت، ما الان بحث اون برهان علیت، الان داریم علیت رو بحث میکنیم. علیت شما میگید یک بحث اعتباریه. اعتباری یعنی نگاه کنید، در ایران اعتبار کردن فرمون دست چپ ماشین باشه، در کشور اروپایی اعتبار کردن دست راست باشه، یعنی امکان داره متناسب با شرایط افراد فرق کنه. دقت میکنید؟ ولی بحثی که هست، شما اینجا دارید میگید که علیت اعتباریه. من میگم اگر علیت اعتباریه، امکان داره در ایران این علیت رو ما اعتبار نکنیم و بگیم اگر سنگ به شیشه نخورد، سنگ به شیشه خورد، شیشه نمیشکنه. این یک بحث حقیقیه برادر. ببینید بحث منم نیست که بگید مشتبه خب غلط عنوان یک بی از یک تا اینجا از ایران بلند شده. من این حرفا رو نزدم، این حرفا رو نزدم، بس اینا رو ذکر. خب این حرف شما غلطه، اینکه ما مقایسش میکنید با اینکه فرمان سمت چپ باشه سمت راست باشه، این ربطی به اون نداره. ما چه چپ بزنیم چه راست بگذاریم، این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی ما این اعتبار سمت چپ و راستی که برای ماشین گفتید فرقی برای ما نداره، ولی اعتبار علیت برای ما فرق داره، از این جهت که مطابق با رفتار بیرونه. یعنی اگر من بگم این علیت برقرار نباشه، هیچ تأثیری توی رفتار بیرون نمیذاره، و چون ما میخوایم خودمون رو مطابق با رفتار بیرون درست کنیم، اینی که میایم چیزهایی رو تعیین میکنیم، چیزهایی رو در واقع میپذیریم که مطابق با رفتار بیرون باشه، بنابراین ما مجبوریم علیت رو بپذیریم چون این متناسب با رفتار بیرونه. ولی ذهن ما یعنی اینو نگید بیرون حقیقتی وجود داره، این غلطه که بگیم بیرون یک حقیقتی وجود داره به اسم اصل علیت. خیر، میدید من اعتبار میکنم مطابق با خارج از وجودم، خارج از یعنی در عالم واقع، این مطابقت یعنی حقیقی بودن. شما اصلا شما اصلا رفتار بیرون حقیقته، رفتار بیرون حقیقته، این چیزی که من اعتبار کردم ذهنیه. شما این نسبت رو دارید از عالم خارج استنباط میکنید، منشأ خارجی بله. داره بله. منشأ اعتباری که نداره، استنباط کردم از بیرون. خب دیگه یعنی حقیقی، علیت یعنی حقیقی. نه خب حالا بعد اینکه نیست، من هرچی از بیرون استنباط میکنم این نیست که بس این چیزی که استنباط کردم اینم بیرون حقیقت وجود داره. خیر، من یه وجودی رو میبینم، یه چیزی رو استنباط میکنم، این نیست که این چیزی که استنباط کردم حتی اونم بیرون حقیقته. بازی کردن و قالب اینا که نمیشه بحث علمی کرد. شما میگید غالبا هر چیزی که من کی گفتم غالبا اشتباه شنیدید. هر چیزی که در عالم خارج هست و شما دارید میگید من اینو دارم از عالم خارج میگیرم تو ذهنم اعتبار کنم، یعنی حقیقی، یعنی در عالم خارج وجود داره. این نسبت بین سنگ و شیشه که نتیجهش میشه شکستن در عالم خارج، در همه جای دنیا، در همه زمان ها و در همه مکان ها، آیا وجود داره؟ حقیقی هست یا نیست؟ حقیقی دیگه، شما میپذیرید، همه انسان های روی زمین هم میپذیرن اتفاق هایی که میفته حقیقته. خب از این قسمت بگذر، اتفاقاتی که میفته حقیقته، نه اون ارتباطی که من تو ذهنم میسازم. خب بگذاریم از این. ببینید ارتباط بین سنگ و شیشه که نتیجه شکستن شیشه میشه، شما این رو اعتبار کردید، از عالم خارج گرفتید. عرض کردم من رفتار خارج رو دیدم، این ارتباط علیت رو در ذهن خودم اعتبار بخشیدم بهش. خب یعنی این در عالم خارج علیت وجود نداره؟ به عنوان یک وجود نه، به عنوان یک رابطه بین مثلا رفتار طبیعت میتونه بگیم هست. تو ذهن من داره میگیم هست، من دارم اینو میسازم. نه به عنوان یک حقیقت در خارج وجود نداره، به عنوان یک حقیقت در خارج وجود نداره. خیر، تعریفتون از حقیقت شما چیه؟ میشه بفرمایید تعریفتون از حقیقت چیه؟ چیزی که بیرون وجود داشته باشه، وجود اثرگذار باشه، وجود داشته، موجود باشه. خب این تعریفتون رو از شما از کجا گرفتید؟ کدوم یکی از دانشمندان یا کسایی که نظری پرداز علمی بودن در جهان بینی علمی به این اعتقاد داشتن؟ دیگه این حرف علکی.
الان تعریف نه علکی هم آقای در مناظره در مناظره با آقای باقرپور هم ایشون هم همین عبارت رو گفتن که موجود چیزی که اثرگذار باشه. آقای ایزدی هم بعدن گفتن همین رو قبول دارن. حالا مثلا برید از اونا بپرسید که کدوم دانشمند بر این عقیده هست. من با اشخاص کار ندارم. خب من کاری با اشخاص ندارم. خب پس من به دانشمندان هم کار نداشته باشید. تعریف من اینه که موجود چیزیه که اثرگذار باشه، اثر قابل مشاهده داشته باشه. به اون میگیم موجود. اگه شما این تعریف رو قبول ندارید، قرار نیست دانشمندی اینو قبول داشته باشه. اگر شما قبول ندارید، خیلی خب ما تفاهم میکنیم بر سر تعریفمون. شما دارید موجود مادی رو میگید اینه. بله موجود مادی اینه که حجم داره، فضا داره، یک فضایی رو اشغال میکنه. من از شما سوال میپرسم، اگر قانون علیت به عنوان یک قانون کلی و حقیقی در عالم نبود، هیچ علم تجربی به صورت علم و آکادمیک مدون میشد و تدریس بشه؟ قانون ثابت استخراج میشد؟ نه دیگه. شما دارید میگید بین این پدیده الف و پدیده ب، نه نه پدیده ای، نه نه اینا نشد. بحث علمی و اینها دلیل این که بحث علمی داره پیش میره و نمیدونم تدریس میشه و اینها دلیل نمیشه که بس این قوانین یک حقیقت، یک موجودی در خارج از مثلا این در خارج از ذهن ما حتما وجود داره که اینها داره تعلیم میشه. خیر، ما مشاهده کردیم اینا هی داره تکرار میشه. اگر صحبت دیگه ای دارید بفرمایید، من خیلی دارم اینا رو تکرار میکنم. ببینید همه این ویس رو دارن میشنون. بله همه دارن میشنون. شما میتونید بسپارید به ذهن دوستان، این قبوله، این رو بارها تکرار میکنم. من به وجدانشون میسپارم، به ذهنشون نیدوست، من به وجدانشون میسپارم. هم وجدانشون. خیلی خوب، برید سر ادامه ای صحبت. باید آوانسته ای نمیشید. ببینید توی مسئله خیلی ساده است. نه جدی خدمتتون عرض میکنم، ما وارد فضای حاشیه نمیخوایم بشیم. این علیت یک بحث حقیقی در عالم خارجه، چون اگر علیت نبود هیچ قانونی مدون نمیشد. شما 10 تا موش رو در آزمایشگاه روش آزمایش انجام میدید. آقای جمالی، حالا شما اگر من نپذیرم که این یک حقیقتیه در بیرون از ما، در بیرون از ذهن ما، این علیت یک حقیقت بیرون، اگه من اینو نپذیرم شما دیگه نمیتونید بحث رو ادامه بدید. بحث رو ادامه بدید. شما گفتید حقیقتیه بیرون و من گفتم یه حقیقتیه در ذهن. حالا ادامه بدید، مهم نیست. به هر حال هر دو این علیت رو قبول داریم. خب من اینو تغییر میکنم، تموم میشه میره، تموم میشه بره. ببینید بحث من برای مخاطبین دارم عرض میکنم، بریم سراغ بحث بعدی که خیلی اینجا گیر نکنیم. بحث روی این بود که جناب آقای زئوس میگفتن، آقای زئوس فرمودن که ما متافیزیک رو فرض کنیم. من گفتم نه، ولی گفتن کجا متافیزیک تاثیر داره روی عالم ماده. یکی از همین مسائلی که هست بحث علیته. علیت رو همه فلاسفه غرب، چه اونایی که نگاه عقلگرا دارن، عقلگرای انتقادی دارن، عقلگرای افراطی دارن، نگاه پوزیتیویستی دارن، حتی نگاه پست مدرنیست دارن مثل نیچه، همشون علیت رو یک قانون در عالم خارج میدونن و همه میدونن که فیزیک وامدار قوانین متافیزیکیه. فایمن به این اشاره میکنه، حتی کوشین که اول معتقد به کوانتومه بعدن منتقد کوانتوم میشه و میگه هر کس به اصل عدم علیت و عدم قطعیت کوانتوم معتقد باشه احمق بالفطر است. نظر ایشون ها، من نمیخوام جسارت کنم. حتی بعدها که راسل در کتاب دین و علم داره مطرح میکنه، منکر این مسئله میشه، همه قائل به اینن که علیت یک بحث حقیقی در عالم خارجه. یک چیزی که در عالم خارج هست به عنوان قانون کلی، یعنی یک وجود متافیزیکی، و همه هم اشاره میکنن به این مسئله که یک قانون متافیزیکیه، یک قانون عقلیه. متافیزیک حتما نباید یک وجود صرف الوجودی باشه به اسم خداوند. یک بخشش میشه این. باید ببینیم برای مخاطبین عرض که دوستان در جریان باشن. باید ببینیم تعریف اونها از متافیزیک چیه. ممکنه همون ذهنیتی که ما میگیم رو متافیزیک بدونه. یعنی همین تعریفی که میگیم در ذهنمون هست، اجازه بدید، همین تعریفی که ما میگیم در ذهنمون هست، یعنی در بیرون وجود خارجی نداره، ممکنه اسم اینو بذاره متافیزیک، بگید مثلا قوانین متافیزیکی هستن. این اشکالی نداره، در واقع تعریف رو عوض کرده، ولی متافیزیک به عنوان یه چیز ماورایی خیر وجود نداره. کتاب دین و علم راسل رو وقتی بخونید، از عنوان کتاب مشخصه که این نگاه شما نیست. ببینید نگاهی که متاسفانه بین دوستان هست اینه که بر اساس یک بیس علمی جلو نمیرن. یعنی مثلا شواهد علمی، من زیاد مواجه شدم، ادله علمی رو میاری میگه نه این نظر شخصی طرف بوده، این در خب بابا نگفتم نظر شخصی بوده، گفتم تعریف متافیزیکتون چیه. این متافیزیک شما میگید عالم ماورا هست و همونی که من میگم هپرو دالا، شما میگید هر جسمی دیگه میذارید، متافیزیک شما میگید اونه. اگه به ذهن میگید متافیزیک، خب من که ذهن رو قبول دارم، این چیزی نه خیلی، ذهن میگه متافیزیک نه خیلی، یعنی یک عالمه
خب مجرد از ماده مافوق این عالم و راسل خب اینو راسل قبول داره اشاره نه راسل یه همچین یه همچین دنیایی رو قبول داره از عنوان کتابم شما رابطه علم و دینه میدونم رابطه علم و میدونم رابطه علم و دینه ولی این دنیای متافیزیکی که شما میگید راسل که قبول نداشته پس نمیتونه بگه که این مثلا قوانین رو متافیزیکی میدونسته خیر منطقی نیست اصلا معقول نیست که بگیم اونو قبول نداشته ولی از اونجا میدونسته مثل اونه من ماورا رو قبول نداشته باشم ولی خب مثلا جبرئیل رو قبول داشته باشم خب معنا نداره نه خیر جناب آقای جوز اتفاقا چون بحث اومد روی راسل اتفاقا متافیزیک رو قبول داره در این کتاب ما دیگه ما صحبتی با راسل در مورد راسل نداریم اتفاقا چون ایشون یک اشتباهی میکنه که آیا هر پدیده نیاز به علت داره یا هر موجودی نیاز به علت داره میگه من دیدم خب این عالم نیاز به علت داره ولی اون علت العلل که میگن خداونده اونم نیاز به علت داره پس به دور رسیدم منکر علم شدم خب اینو در نظر بگیرید اون یه بحث دیگه اینو در نظر کار ندارم ولی بحثی که هست ببینید ما یه جهان بینی فلسفی داریم جهان بینی عقلی داریم یه جهان بینی علمی جهان بینی علمی که دوستان خدا ناباور باش مواجه هستن من بس رو همینه که اصلا ختم به الیت میشه همه اینها من میدونم دارم چی کار میکنم نه خارج از الیت شدم آخه شما یک عالم بحث رو مطرح میکنید و همه اینا رو میگید ختم به الیت میشه در جلسه قبل هم همین کار کرد از بحث نمیتونم ذهن و هوش و نمیدونم اون برآمدگی و نمیدونم همه اینا رو مطرح کنید که ختم به الیت میشه خب ختم به الیت نشد الان ما پیام ها رو اگر ببینید همه میگن که خارج از بحث صحبت میکنید خب ببینید شما پیام های پی وی بنده هم اومدن بالای 100 نفر من پی وی شما رو نمیبینم ولی توی یوتیوب شما میتونید کامنت دوستان رو ببینید توی یوتیوب هست توی گروه هم منم هست من توی پی وی شما رو ندیدم بله چون شما اصل علیت رو میگفتید من فرض میگیرم یقینی هست ما به انجا اصلا از ابتدا شروع کردیم دیگه حالا کار ندارم جناب وایزوز جهان بینی علمی چند تا اصول داره دقت میفرمایید بله چند تا اصول داره شما اینو قبول دارید دیگه ببینید بحثی که برای جهان بینی علمی هست میگن هر چیزی که قابل مشاهده و بررسی باشه اون اعتبار داره و وجود داره درسته؟ بله درسته؟ هر چیزی که قابل مشاهده باشه یه سوال کنم آره یعنی قانون اولش اینه میگن تنها شناخت معتبر از جهان خارج شناخت استقرایی و تجربه گراییه یعنی میشه اصل تجربه گرایی و اصل اثبات پذیری درسته این مسئله؟ بله خب یه سوال من از شما راجع به این اصل میپرسم این که میفرمایید هر چیزی که با استقرا و تجربه و مشاهده باشه این وجود داره شما آیا سایر روش های عقلی شهودی یا وحیانی بالاخره آیا اینها تولید معرفت نمی کنن من بذارید من حرفم تموم شد من گفتم که یه وقت بحث قد نشه ببینید من مسلمان من جمالی میگم که معارف وحیانی یک معرفتی برای من ایجاد کرده معارف متافیزیکی یک معارفی برای من درست کرده درست یا غلط کار ندارم ولی بحثی که هست بحث شناخت جهان و میگه شناخت معتبر تنها از راه مشاهده و استقراه آیا دوستان در آزمایشگاه دستگاه‌های تولید معارف عقلانی یا وحیانی یا شهودی رو مورد بررسی قرار دادن که گفتن شناختش معتبر نیست این سوال بود الان جواب بدم قدیم اینجوری بود که مثلا ارسطو هر چی میگفت رو میپذیرفتن چون ارسطو گفته عقل ارسطو خیلی معتبر بود در واقع بعدن به این نتیجه رسیدن که این عقل ها میتونه غلط باشه چیزی که واقعا وجود داره در دنیای خارج در علم برای شناخت دنیای خارجه چیزی که در دنیای خارج وجود داره باید مشاهده بشه باید اندازه‌گیری بشه تا مطمئن بشیم که هست بنابراین از اون به بعد در واقع هر چه که دانشمندان بزرگ هم گفتن هیچ کدوم رو اگرچه عقلانی گفتن ولی هیچ کدوم رو نپذیرفتن گفتن مگر اینکه مشاهده بشه وقتی انیشتین مثلا در مورد زمان صحبت کرد در مورد فلان صحبت کرد نسبیت داد از این حرفا همه عالی بود ولی به عنوان فرضیه این رو نگه داشتن تا مشاهده بشه اگر مشاهده شد اون وقت به عنوان یک مثلا اصل علمی قبولش میکنن این رو به تجربه دریافتن که باید مشاهده بشه تا بگن واقعا وجود داره بقیهش ممکنه اشتباه باشه ببینید جناب وایزوس این به حاشیه رفتن اصل مسئله است من خیلی ممنون دیگه همین مسئله جواب سوال شما رو دادم سوال شما این بود سوال اینه دقت کنید
میگن تنها شناخت معتبر از جهان شناخت حسیه. خب بله شناخت حسی من در حیطه محسوسات که قلمروی معرفتی منه این شناخت برام ایجاد میشه، درسته؟ میگم در حیطه محسوسات هر چیز رو که مشاهده کنم، بررسی کنم، آزمایش کنم، میگم این چیز وجود دارد یا ندارد، درست است یا غلط است. خب یعنی در حیطه محسوساته. بله شما چطور با ابزار معرفتی حسی که محدود به عالم ماده است خارج از ماده رو، اصلا شما بگو نمیدونم هپروت، این عالم هپروت رو شما که وقتی که میگیم حسی نیست چطور خارج از عالم ماده رو دارید براش حکم سلبی یا ایجابی صادر میکنید؟ من همیشه گفتم، مکررم گفتم، دوستانی که میگن همین بحثا، میگن که آتیست هستیم یعنی ما خدا ناباوریم، یعنی خدایی وجود ندارد، حکم سلبی صادر میکنید. من اینو جلسه قبل جواب دادم، همین رو پرسیدید که چطور چطور برای عالم ماورا حکم صادر میکنید؟ اینو پرسیدید دیگه. من حرفم تموم شه. وقتی شما در طبقه سوم یک ساختمان وجود دارید، برای چون اشرافی به طبقه چهارم ندارید، فقط در حیطه طبقه سوم میتونید حرف بزنید. ببینید بس دقیقا، بحث من هم نیست. ببینید این حرف که دارم خدمتتون عرض میکنم دامنه داره، یعنی در فلسفه غرب بسیار بحث مفصلی شده. حالا من دیگه اسم دانشمندان رو نمیارم که بگید بس کردید به اونا. بحثی که هست من در طبقه سوم وجود دارم، چطور در رابطه با طبقه چهارم بحث میکنم؟ دوستان وقتی میگم ما فقط عالم ماده رو قبول داریم، وقتی فقط عالم ماده رو قبول داریم و با ابزار حسی و معرفتی داریم کار میکنیم، این معرفت ما محدود به عالم ماده است. برای خارج از این عالم ماده ما هیچ حکمی نباید صادر کنیم. یعنی میگیم این مورد آزمایش ما نیست، اصلا خارج از قلمروی معرفتی من کاری ندارم، متافیزیک هست یا نیست من کاری باهاش ندارم، چون در حیطه معرفتی من نیست، درسته؟ الان من بگم این رو سوال رو مطرح کردید و پاسخ هم دادم، دوباره دارید همون رو مطرح میکنید در جلسه قبلی. عرض کردم برای علم ماورای ماده، عالم هپروت، عالم ماورا، هر چی که هست، برای اینا اصلا منکر اونهاست به عنوان یک پیشفرض علم. یعنی اصل اساسی علم اینه که اصلا تمام اینهای غیر فیزیکی وجود ندارن، نه اینکه من نمیدونم، نظری در موردش نمیدم، شاید باشه، نه میگه اصلا وجود نداره، امکان نداره وجود داشته باشه. با این اصل علم آغاز میشه. اجازه بدید جواب بدم. این بس از نظر علم، یعنی اینجور نیست که بگه نمیدونم، خیر، میدونه که وجود نداره، اصلش اصلا همینه. این برای علم. برای عقل میاد در مورد همه چیز نظر میده، عقل خودمونی برای این دنیاست، ولی میاد در مورد همه دنیا نظر میده. طبق عقل شما میتونید اون دنیای هپروت رو هم بررسی کنید، ببینید آیا اون دنیای هپروت غیر معقول یا غیر معقول نیست. این رو میتونیم بحث کنیم، یعنی بر مبنای عقل میتونیم در مورد عالم هپروت بحث کنیم. این میشه. ببینید جناب آقای زوس، دوچار یک تضاد نمیشید. شما میگید علم یعنی در حیطه محسوسات، بعد میگید این پیشفرض علم. این پیشفرض علم از کجا اومده؟ علم این پیشفرض رو لمس کرده، مشاهده کرده که داره انکار میکنه. شما الان فرمودید که این پیشفرض علمه و داره انکارش میکنه. انکار یعنی دقت کنید، انکار یعنی حکم سلبی صادر کردن، یعنی بله نبودن. بله این بله نبودن باید بوته آزمایش قرار بگیره. بله به تجربه اینو دیدم. در آزمایشگاه این که میگید متافیزیک نیست، این یا در آزمایشگاه بررسی شده یا نشده؟ اگر بررسی شده بفرمایید، اگر نشده این با اصل چهارم جهانبینی علمی که بیطرفی علم مطرح میکنه و میگه روش های علمی بیطرف و متکی بر اسناد و ارزش های اخلاقی و ایدئولوژی نیست در تضاده. بله به تجربه مشاهده کرده علم که باید متافیزیک رو کلن منکر بشه. یعنی اگر یک اتفاقی میفته، مثلا یه سنگی جابجا میشه، نمیاد بگه این علت داره، خب علتش ممکنه روح باشه، ممکنه یک جسم مثلا فیزیکی باشه، نه میگه اصلا امکان نداره روح، چون اصلا روح وجود نداره، در نظرش نمیگیره، میگه پس حتما یه جسم فیزیکی این سنگ رو جابجا کرده، میره دنبال اون علم، اون علت فیزیکی. این میشه در واقع پیشرفت علم. با حذف این، اگر قرار باشه که هر پدیده‌ای رخ میده این احتمال رو هم بده که شاید ماورایی، روحی، خدایی چیزی دخالت کرده، علم اصلا پیشرفت نمی‌کرد، مثل قدیم که اینجوری بود. شما بحث رو پیچوندید، اصلا ما کاری با این نداریم که علت عالم هستی هست یا نیست. اصلا مگه یک مسلمان با تجربه اینو به دست آورده؟ مگه هر مسلمانی که میگه هر اتفاقی در عالم میفته از نظام علی معلولی مادی خارجه؟ این حرفا چیه شما میزنید؟
شما بالاخره تحصیل کرده هستید، باید یه مطالبی واسهتون حلاجی شده باشه. خب نه دقت کنید، جای خنده نداره، جای این داره که شما جوابی ندارید، میرید شما کنید به این حرفای حاشیه‌ای پرداختن که من از شما انتظار بیشتری دارم، شما تحصیل کرده هستید، شما برید این حرفا رو بر کنید، هر اصل حرفو بزنید. ببینید ما اصلا وارد حاشیه داریم میشیم، شما میگید علم اصلا روح رو اثبات نکرده، پس چرا راجر پنروز که همکار هاوکینگ بوده و برنده جایزه نوبل بوده کتاب مینویسه و این رو اثبات میکنه؟ میخواد بگید نظر شخصی چه؟ خب اگه نظر شخصی چه، ایشون یک ریاضیدان بزرگ بوده، در این زمینه کار کرده. اگر قرار باشه رجوع کنی به نظر علم، من باید به ایشون رجوع کنم نه به جناب آقای زئوس. کتابشون نوشته، من الان اسکنهاشو توی گروه میفرستم برای دوستان، اسکنو برای دوستان میفرستم. ولی بحثی که هست، شما میگید به تجربه یافته که علتی خارج از این نیست. خب ببینید شما اولا علت رو اونجا اعتباری قلمداد میکنید، اینجا میگید نه حقیقیه در همین عالم. ولی بحثی که هست، من نمی نگاه کنید، من میگم این وجود رو که شما دارید میگید وجود نداره، این وجود آیا مورد بررسی قرار گرفت؟ شما میگید نه مورد بررسی قرار نگرفت. من همینجوری نه من اینو نگفتم، به جای منم جواب میدید. من گفتم به تجربه به این رسیدند که هر اتفاقی که میفته علت مادی داره. و هر صدای من میاد جناب اسنادو میخوام بفرستم گروهتون، من محدودم نمیتونم این رو بفرستم. جریان چیه؟ در پی وی من بفرستید، من میذارمش توی گروه. بله چشم. من ضمن اینکه پنروز اصلا روح رو اثبات نکرده، این خیلی علکیه، اصلا نمیتونه روح رو اثبات کنه. چرا نمیتونه؟ برای روح غیر مادی قابل اثبات نیست اصلا. آفرین. به همین دلیلی که شما میگی پنروز نمیتونه روح رو اثبات کنه، چون حکم ایجابی نمیتونه صادر کنه بگه روح هست، شما به همون دلیل نمیتونید چیز غیر مادی رو رد کنید. یعنی همون نقدی که به پنروز دارید وارد میکنید به شما وارده. شما دقیقاً حرف منو زدید، دقیقاً دوتامون داریم حرف میزنیم. من میگم حکم سلبی نمیشه برای غیر مادی صادر کرد. البته که میشه. پنروز نمیتونه. البته که میشه. وجود چیه؟ وجود یعنی چی؟ شما تعریف کنید. من چند بار تعریف کردم، شما حالا تعریف کنید. ببینید به چی میگیم وجود داره؟ خب چند بار شما این سوال از من کردید، حالا یه بارم من همین سوال از شما کنم. به چی میگید وجود؟ پنروز رو ول کنید. من میخوام برای شما ثابت کنم که روح وجود نداره. صدا بعد پنروز نمیتونه. عرض کردم چون روح غیر مادیه، غیر فیزیکیه. قابل اثبات نیست. وجودش قابل اثبات نیست. خب یعنی ابزار معرفتی پنروز نمیتونه این رو بررسی کنه، درسته؟ خب درسته؟ آره. خب به همون دلیلی که ابزار معرفتی پنروز نمیتونه وجود روح رو اثبات کنه، شما هم نمیتونید اون رو رد کنید. یعنی باید دوتاتون ساکت بشینید بگید نه روحی وجود حالا داره، نه روحی وجود نداره. من حالا اگه باشه قبوله. حالا اگر من با عقل خودم بتونم یه چیزی رو رد کنم، این قابل قبول نیست؟ مثلا فرض کنید یک ماده X رو در نظر بگیرید که این در آن واحد هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. اگر من بگم چون این ماده X وجود نداره، آیا شما میگید حق ندارید سلبی به صلات حکم صادر کنید؟ یا نه من میتونم بگم چون این ماده X اصلا وجود نداره با استفاده از عقلم، اینو میتونم بگم یا نه؟ با استفاده از عقل میخوای چه چیزی رو ثابت کنی شما؟ این که ماده X اجازه من با عقلم میخوام اینو ثابت کنم. ببینید اجازه ببینم میتونم یا نمیتونم. ماده X نمیتونه وجود داشته باشه. ماده X چیه؟ یه ماده ای که هم هست و در این حال هم نیست. این رو با عقل میتونم رد کنم یا نه؟ این حکم سلبی رو میتونم براش بدم یا نه؟ خب این میشه قوانین عقلی. آفرین، میایم سراغ همون چیزی که ما داریم بحث میکنیم. خب جواب منو بدید، میتونم یا نمیتونم؟ میتونم اینو رد نمیتونم نمیتونم جواب سلبی به این بدم، بگم این وجود نداره طبق عقل؟ خب اگه اینجوری باشه پنروز هم میگه منم طبق من جواب نگرفتم، میتونم یا نمیتونم؟ جواب منو بدید، میتونم یا نمیتونم؟ شما اولا دارید اجتماع عدم نقیزه اینو مطرح آره میکنید. دقیقا دارم همونه، دقیقا همونو میگم. یک وقتی اجتماع نقیزه این داره، این جسم مادی ایکس، این جسم ایکس وقتی اجتماع نقیزه این داره، آیا من با عقلم میتونم بگم چون این چیزی ممکن نیست وجود داشته باشه یا نه؟
نه نمیتونید. نمیتونم این حکم بدم. بسیار خوب، من دیگه حرفی ندارم با این. خیلی خب، پس اگر اینجوری باشه که من نتونم که من نتونم محال عقلی رو، یه چیزی که محال عقلیه، با عقلم بگم چون این چیزی ممکن نیست، خب پس بله دیگه هیچی هم نمیتونم بگم، این هر چیزی ممکنه. نه مغالطه نکنید. نه مغالطه نیست، خیلی واضحه. شما گفتید نمیتونید حکم بدید، خیلی واضحه شما گفتید نمیتونید حکم بدید، حکم سلبی بدید به چیزی که از لحاظ بدیهیات عقلی غیر ممکنه، اینو گفتید دیگه. خیلی خب، پس در اون صورت بله منم نمیتونم حکم بدم که خدا نیست. خب پس شما یعنی دارید با قوانین عقلی حکم میدید خدا نیست و متافیزیک نیست، درسته؟ بله بله بله. پس دقیقاً آفرین. پس ما رسیدیم سراغ قوانین عقلی. اینو هم اول گفتم. من هم اول گفتم که گفتم علم اصلا اونو در نظر نمیگیره. علم اصلا متافیزیک رو اصلا رد کرده، از ابتدا رد کرده به حساب میاره. عقلم اون رو رد میکنه. طبق قوانین عقلی اون رو رد میکنه. از اول من همین گفتم. آیه پس شما جهان بینی علمی رو شایسته مورد بررسی قرار دادن متافیزیک نمیدونید، درسته؟ عرض کردم علمی برای بررسی موارد متافیزیکی کاری اصلا به اون نداره، از ابتدا اون رد شده در نظر گرفته. این از علمی. حالا با عقلی، حرفی که ابتدای مناظره زدم گفتم یک جهانبینی علمی داریم و یک جهانبینی عقلی و فلسفی. شما تازه رسیدید سراغ حرفی که اول بحث بنده خدمت شما عرض کردم. ما میگیم اصلا صلاحیت بررسی متافیزیک و مسائل اینچنینی در حیطه عقل، نه در حیطه علم، چون علم در حیطه محسوساته. بله بله، اجازه بدید. بله این هست، به شرط اینکه نگید متافیزیک تأثیری تو این دنیا کرده. اگر تأثیر کرده وارد حیطه علم شده و علم از همونجا قطعش میکنه، از ریشه قطعش میکنه. اگر بگید دخالتی، اگر اجازه بدید، اگر بگید متافیزیک در این دنیا دخالتی نکرده، محدود به همون عقل میشه، این قبوله. ولی اگر میگی دخالتی هم تو این دنیا کرده، یک تأثیر کوچیکی تو این دنیا گذاشته، وارد حیطه علم میشه و اون وقت با علم طرفید. بله بفرمایید. خب آیه زئوس، ببینید پس شما بحثتون مربوط با علی، مربوط به علیت که بنده گفتم اصلا امثال پوپر و فایمن دارن میگن که اینها بحثای متافیزیکی عقلیه که میگفتید نه اینا، پس مشخص شد. چی مشخص شد؟ هیچ حرفی در رابطه با متافیزیک، دقت کنید، علم هیچ حرفی در رابطه با متافیزیک نمیتونه بزنه، چون حیطه معرفتیش در اون حیطه نیست و خارج از اون مسئله است. و همین که من توضیح دادم، شما دوباره حرف تکرار میکنید، انگار توضیح من نشدید. نه، دقت کنید، میخوام نتیجه بحث بدم. راجع پنتروز هم پس نمیتونه حرفی راجع به متافیزیک بزنه، شما هم با ابزار حسی و معرفتی هیچ حرفی برای متافیزیک نباید بزنید، بعد بریم سراغ عقل. تازه هازا اول کلام به قول علما، این تازه ابتدای بحث ما شده. پس باید با قوانین عقلی به دنبال اثبات یا رد متافیزیک بریم، این مسئله است، درسته؟ نه، اگر بخوایم متافیزیک رو همین بگیم، اگر بخوایم متافیزیک رو بررسی کنیم، بله با عقل میریم سراغ متافیزیک، در مورد اون متافیزیک و اون دنیای هبرود یا هر چی که هست در مورد اون نظر میدیم. اما اگر بحث علیته و علیت این دنیا رو میخوایم، در مورد دخالت در این دنیا میخوایم بحث کنیم، خیر، باید وارد حیطه علم بشیم، چون شما میگید اون میخواد به این اثر کنه. ما الان بحثمون بحث هبرود نیست، بحث عالمای دیگه نیست. فرض کنیم مثلا عالمای دیگه هستن یا فرض کنیم نیستن، هیچ فرقی نمیکنه. ما بحث علیت رو داریم برای این جهان، تو این جهان داریم صحبت میکنیم. پس اگر اثری وجود داره باید علم جواب بده. بحث علیت مشخصه، کاملا مشخصه، حرف من نیست. من حتی رفرنساشو توی گروه شما ارسال میکنم، برای پیوی شما میفرستم، که ده ها اندیشمند غربی که حتی خودشون نگاه فیزیکی دارن به مسئله، این یه چیزی دارن، اون حقیقی دارن، حالا کار ندارم. شما گفتید ده ها نفرم از خلاف اون رو دارن، این که نشد دلیل. ما اومدیم اینجا منطق شما رو بشنویم. منطق من مشخصه، شما الان به منطق من رسیدید که صلاحیت بررسی علم، صلاحیت بررسی متافیزیک رو نداره، باید بریم سراغ قوانین عقلی. حرفی که فلاسفه اسلامی دارن میزنن، حرفی که الهیون دارن میزنن. شما نتیجه این بحث الان این شده که علم صلاحیت بررسی متافیزیک رو به هیچ وجه ندارد. پس اگر آقای راجر پنتروز هم نباید نظر بده. من جمالی یا جناب آقای زئوس یا ایکس ایگرگ، هر کسی در حیطه مادیات و محسوسات و در حیطه علم، باید نسبت به متافیزیک سکوت کنه. من کاری با نگاه پسینیش ندارم، علت تاثیر میذاره یا نداره، این مقوله جداست، اگر متافیزیک تأثیری تو این دنیا نداره، بله علم
ربطی به علم نداره و با عقل میشه. جناب آقای فوزی بحث پسینی نکنید، چون هنوز متافیزیک بحث نکردیم. نه بحث پسینی، نه بحث پیشینی. آقا قاطی میکنید بحثا رو. نه بحث پسینی، نه بحث پیشینی. بحث اینه که متافیزیک چی در نظر میگیرید؟ یه چیزی توی یه عالم دیگه که هیچ ربطی به ما نداره. خب بله، به علمم کاری نداره، ولی اگر توی این دنیا ربط داره، من هی دارم اینا رو تکرار میکنم. خیلی خب، ببینید ما داریم از دور، داره یه چیزی سیاهی داره میاد، شبه مانندی از دور داره میاد. من میگم حسن رضا علی ساسان کیه؟ میگید نمیدونیم، چون هنوز مشخص نشده راجع به هویتش نمیتونیم بحث کنیم. ما بحثمون روی اثبات متافیزیکه. بحث هویت نبود، مثال خیلی پرتی بود. بحث هویت نبود اصلا. بحث سر اینه که اون شما مثال خوبیه با هزار تا نقض، بعد مثالایی که ما میزنیم پرت، متافیزیکی که ما میگیم هپروت. آخه بحث ماهیتش نیست، بحث همینه که شما میگید ما یک اثری میبینیم، یک ابر سیاهی میبینیم، میگیم این حسن یا حسینه. خب همون گزینه که حرف همینی که نمیذارم حرف بزنم. خب خب بریم سر موضوع دیگه، بریم سر موضوع دیگه، اینجوری فایده نداره. حرف پایینی میارن، میگید کاری ندارم، نظر منه، نظر شما بالاخره در حیطه علم نظر راجر پندروز مهمتره یا شما نظر مثلا برید سر موضوع. چی خدمتتون بگم؟ برید سر موضوع. دیگه این حرفو علکی شد. اوکی. این حرفو علکی شد. حرف این مهمتری حرف شمان نظریه ام تئوریه، یعنی تئوری میم که هاوکینگ مطرح کرد و نقدش کرد، اون مهمتری یا جناب زئوس؟ خب معلومه من وقتی تو علم بخوام برم نظریه تئوری حرف... میم یا ام تئوری رو بررسی کنم، حرفا... میرم نظر اونو بررسی. باش باش، این حرفو علکی. بفرمایید. نه، حرف علکی نیست. باش. این به مخاطب نکنید اینجوری. مسئله بعدی نگاه کنید، گزاره های جهانبینی علمی. پس همه مخاطبین الان میدونن ضبطم میشه. علم صلاحیت بررسی مباحث جهانبینی مثل جهانبینی که مربوط اصلا کلا به ایدئولوژی و اینها میشه دیگه، این رو نداره. فقط در حیطه محسوسات. و ما یک عمر فلاسفه اسلامی همین حرف میزنن. جناب آقای زئوس هم امشب همین مسئله رو مطرح کردن که علم نمیتونه حرف بزنه، راجر پنتروز هم نمیتونه حرفی بزنه، چون صلاحیت معرفتی این مسئله رو نداره. خب خدا رو شکر که مسئله حل شد، ما به یک نتیجه رسیدیم. چی شد برای خودتون همینجوری نتیجه گیری کردید اصلا؟ خب بعد همینجوری جای منم نظر میدید، تایید میگیرید از این حرفا؟ وایس ضبط شده، شما اینو دوباره گوش بدید، شاید فراموش کرد. خیلی خب. یاد میگیرید. خیلی ممنون. آره. خواهش میکنم. نکته دومین اصل در اثبات گرایی که جناب عالی و دوستان و خیلی از دوستان بنده در فضای حقیقی بهش اعتقاد دارن اینه که هر گزاره‌ای که با روش تجربی قابل اثبات تایید یا رد نباشه بی‌معناست. درسته؟ در علم بله. در علم درسته، پس بی‌معناست. حالا یه سوال بپرسم، این تعریف طبق اجتماع نقیزه اینه، شما میگید درسته. نگاه کنید، میگیم هر گزاره‌ای که تجربی و با مشاهده مورد بررسی قرار نگیره مورد تایید نیست. یعنی اگر گزاره‌ای خارج از چارچوب حسی و مادی مورد بررسی قرار گرفت مورد تایید نیست. درسته؟ این اجتماع نقیزه اینه. در این تعریف اجتماع نقیزه اینو مفروض گرفتید به عنوان یک قانون عقلی متافیزیکی یا هر چیزی که شما میگید، این پایه و اساس این تعریفه. این تعریف رو شما پذیرفتید. درسته؟ الان شما دنبال چی هستید؟ نه همین، من دنبال چیزی نیستم، بحث دارم تعریف جهانبینی رو میگم. درسته یا نه؟ اصل تحقیق پذیریه، اصل تحقیق پذیری در جهانبینی علمیه. درسته؟ من که نفهم کلن چی میگید. خب فرض کنید درسته، الان چی میخواید بگید؟ برید سر اصل مطلب. یه جمله مهم میگید اصلا معلوم نیست چیه، بعد میگید این درسته یا نه. حالا من بگم درست نیست یا بگم درسته؟ جمله مبهم نیست، یکی از اصول چهارگانه مکتب اثباتگرایی و مکتب جهانبینی علمیه. میگه هر گزاره‌ای که با روش تجربی قابل اثبات تایید یا رد نباشه بی‌معنا و نادرسته. شما میگید این مبهمه، این مجهول، این جمله یا درسته؟ در علم بله، این قبوله، این درسته. خب حالا یک سوال از شما من دارم اینجا. این مسئله که شما مطرح میکنید اینجا جناب آقای زئوس، بفرمایید، این طبق قانون حسگرای شما بی‌معناست. این قانونی که شما دارید طبق مبنای حسی تو مطرح میکنید بی‌معناست. کسی نگفته که در علم عقل اصلا استفاده نمیشه.
ما قوانینی که تعیین میکنیم، چارچوبی که برای علم تعیین میکنیم، این رو با عقلمون استفاده کردیم، با عقلمون تعیین کردیم. این درسته. برای رسیدن به واقعیت‌های جهان بیرون ما یک سری قوانینی رو تعیین کردیم برای علم که میگه مثلا بدون مشاهده پذیرفته نیست. یعنی شما اگه با عقلتون بیاید بگید یک سیاه‌چاله باید وجود داشته باشه تو این مثلا عالم، این با عقل گفتید قبوله، ولی کافی نیست، باید مشاهده بشه. اینها بحث‌های علم، بحث‌های عقلیه. این درسته. یعنی اینجوری نیست که بس بگید که ها شما این اصل علیت مثلا قبول کردید، یا نمیدونم این اصل عدم تناقض قبول کردید، این که با مشاهده نیست، این که با چیز نیست. اینا بحث‌های عقلیه. خود عقل گفتم نتیجه تجربه است، اون یه بحث جداست. ولی ما از عقل در موارد علمی استفاده می‌کنیم، اما برای وجود چیزی حتما باید مشاهده کنیم. شما حق ببینید، یه بحثی هست، شما توی بحثاتون میگید ال اینو میگه، ال اینو میگه، ال اینو میگه، بعد به یه جایی که میرسید میگید عقله. خب منم دو قبول دارم علم در حیطه خودش داره یک حرفایی رو میزنه، برای فرق بین مسلمان و غیر مسلمان نداره، در حیطه علم، مثلا حیطه علم در حیطه محسوساته، برای بحث میکنه در رابطه با متافیزیک، غیر متافیزیک، قوانین حاکم بر عالم هستی اصلا حرفی نداره برای گفتن. خب چون محدوده، محدود به محسوساته. ولی بحثی که هست، مگه خارج از محسوسات هم چیزی وجود داره؟ ببینید، خب شما هنوز نگاه کنید، دارید جلوتر از ملا میرید منبر، اینو در نظر بگیرید. خب شما همچنین میگید محدود به همین محسوساته، یعنی انگار میدونید که یه چیز دیگه هم هست ولی علم نمیدونه اون رو، و میگید که مثلا فرض کنید که علم فقط محدود به این یه تیکه، اون یه وقت محدود به این تیکه، اون تیکه رو نمیدونه. خب اون تیکه رو شما چی رو پی بردید؟ شما ابزار دیگه ای داشتید که پی بردید؟ چند لحظه پیش من یک ابزار معرفتی به اسم عقل دارم، شهود دارم که اونو در جایگاه خودش. شما میگید راجر پنتروز نمیتونه روح رو اثبات کنه. چرا؟ چون محدود به محسوساته، خارج از این رو نمیتونه نظری بده. شما اگر بخواید حکم سلبی بدید، بگید خارج از محسوسات، این که بحثو تکرار کردید، این بحثو گفتیم دیگه، من برنمیگردم سر اون. متاسفانه خب ببینید شما دقت نمی کنید، من میگم سطح انتظارم از حضرت عالی بالاست، الان هم بری میگه که من شما رو تحقیر کردم. نه به خدا، ببینید من نه اهل مناظره ام، نه زیاد مناظره میکنم، چون دوستان گفتن جناب آقای زبوس، گفتم بله بسیار عالی. ولی بحثی که هست، شما دارید میگید که ابزار معرفتی برای متافیزیک هیچ صلاحیتی نداره، بعد الان میگید که مگه خارج این من میتونم نظر بدم؟ راجر پنتروز چرا نمیتونه نظر بده؟ چون محدود به محسوساته. و شما هم چون ابزار معرفتیتون رو فقط حسی گرفتید در این مسئله، طبق حس باید بگید متافیزیکی وجود نداره. ولی شما امشب یه مسئله رو مطرح کردید که قوانین عقلی محترمن، معتبرن و میشه بهشون صحه گذاشت، و انشاءالله اگر عمری بود و اگر پذیرفتید، ما از این به بعد مناظرات بعدی رو روی قوانین عقلی بحث میکنید که این قوانین عقلی آیا اعتبار دارن؟ ندارن؟ میتونه متافیزیک رو بحث کنه؟ میتونه اثبات کنه؟ میتونه ردش کنه؟ همه اینا هنوز حلاجی نشده. از اولم دوستان در گروه میفرمایند متافیزیک قابل اثبات نیست، لف بده. این دوستان خودشون از زندگی لف دادن، بعد فکر میکنن که مثلا این بحثا، ببینید این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم محدود به الان نیست. این بحث شما مربوط 2500-600 سال پیشه، زمان همون ارسطویی که دارید میگید، نگاه مادی هم بود، در طول زمان بوده، بحثا متنوع شده. ببینید بزرگترین نظریه که حالا من وارد پرانتز میخوام بگم، داخل پرانتز میگم و وارد حاشیه نمیشم، همین نظریه ام تئوری هاپکین که داره رد میکنه، خدا رو ده ها نقدش وارده و بنده حاضرم با هر کسی اینو مناظره کنم، نه نظر من باشه، نه نظر مایکل لافه، نظر راجر پنتروزه، نظر خودشون، نظر من هم نیست، حالا توی پرانتز بسته بشه. ولی بحثی که هست، شما پس جهان بینی عقلی رو هم معتبر میشمارید، اینجوری که میگید یه قوانینی هست، حالا این قوانین از تجربه دست اومده. من یه سوال از شما میپرسم، این حقانیت، این اثبات تجربه به چه وسیله‌ای بوده؟ سوالتون چیه؟ من یه سوال میپرسم، شما میفرمایید که این قوانین عقلی بر اساس تجربه به دست اومده، درسته؟ بله. میگم این حقانیت تجربه، که تجربه راه درستیه، این رو به چه وسیله به دست آورد؟ با تجربه، چون هیچ چیز دیگه نداره. بله بله بله، چون هیچ چیز دیگه نداره. ما در زندگی من با سوادم، من نه 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 چه دارا شروعش نکنید.
ما در زندگی راهی درست جز استفاده تجربه دارم. نداریم. بذارید من حرف بزنم، یه سوال من گذاشتم شما حرفتون رو بزنید تا وقتی خودتون سوال تر کردید. ما هیچ راه دیگه جز تجربه نداریم، جز حواس پنجگانمون هیچ چیز دیگه نداریم دریافت کنیم، و به تجربه دیدیم که آنچه که تجربه میکنیم، آنچه که به دست میاریم برای ما ارزشمنده، برای ما تأثیر گذاره. نمیدونم درستم منظورم بفرمایید. ما همین رو داریم، همین رو قبول میکنیم، هیچ چیز دیگه نداریم. یعنی اگر تجربه ما نادرسته، اصلا دنیایی در بیرون وجود نداره، ولی ما علکی داریم تجربه میکنیم، مهم نیست. ما تو همین که تجربه میکنیم برای ما مهمه، چون ما تو همین دنیا داریم همین حس رو میکنیم. ما حس درد رو داریم، حالا اگه درد واقعی هست یا واقعی نیست دیگه کار نداره، ما درد رو حس میکنیم. برای همین این رو ما واقعیت فرض میکنیم، ولی راه دیگه ای نداریم، پس همین رو میپذیریم. این که میگید چرا تجربه رو مثلا کی تعیین کرده تجربه درسته، هیچی تعیین نکرده، ما فرض میگیریم تجربه درسته چون چیز دیگه ای نداریم. پس از باب اجبار شما تجربه رو میگید، یعنی راهی برای اثبات تجربه وجود نداره، یعنی امکان داره این تجربه هم به خطا بره. بله بله، ما فرض میکنیم تجربه هم... جلسه پیش اون 5 دقیقه اول این رو عرض کردم، ما فرض میکنیم که تجربه جمعی ما واقعیته، اون رو واقعیت مینامیم، و البته ممکنه نباشه، ما این رو میدونیم، فرض میگیریم. خب چه چیزی باعث میشه که این رو فرض بگیرید؟ چون فرض گرفتن دلیل میخواد. البته من توی پرانتز عرض کنم جناب آقای زئوس، دوستان توی گروه میفرمان که تو کتاب جلوته، بله من مطالبم رو مینویسم، مطالب شما هم مینویسم. دوستان خیلی به ذهنشون حرفای فضایی به این تاشی ها رو ول کنید. آره بفرمایید. میگم شما میگید که من این مسئله رو فرض میگیرم، فرض گرفتن دلیل میخواد، دلیل شما برای فرض گرفتن چیه؟ چه مبنایی باعث شده که شما این رو فرض بگیرید؟ برای که زندگی من همین یک راه رو دارم، زندگی من با همین تجربیاته. من وقتی این فرض رو میگیرم، بله وقتی من این فرض رو میگیرم که مثلا این درد واقعیه، مثلا اگر دستم رو بزنم به شیشه این شیشه میشکنه و دستم درد میگیره، اگر این رو قبول کنم باعث میشه که دستم به شیشه نزنم و این درد رو احساس نکنم. من همین احساسات رو دارم، من با همین دارم زندگی میکنم، بنابراین این رو اصل میگیرم، اینو اصل واقعیت در همه دنیا میگیرم. یعنی همه دنیا، همه هستی رو از همین چارچوب احساس خودم میپذیرم و درک میکنم، چون راه دیگه ای ندارم. آه یعنی شما احساس خودتون رو که تجربه رو به دست میاره میگی تنها راه منه، درسته؟ بله. جناب وایزوس. بله بله گفتم بله. بله. درسته؟ بله بله. خب این معنی که دارید میگید، این حسیات رو، این آقا میرید سراغ بحث علیت یا نه؟ حالا دارید میرید سراغ منیت رو، نمیدونم از این ببخشید آقای جمالی، شما بفرمایید هرچی بخواید بگید، فقط یه لحظه اجازه بدید. اینجور که شما دارید خارج از موضوع بحث مدام صحبت میکنید، باعث میشه که بحث ادامه پیدا نکنه. یعنی ما الان 2 جلسه داریم صحبت میکنیم، اصلا نگفتیم علیت، مثلا هر چیزی علت میخواد یا هر پدیده علت میخواد، هیچ از صحبت علیت نکردیم، اسمش هم از علیت. بله الان شما مطلبی رو گفتید، نره تو حاشیه، شما میگید که حسیاتی رو که من تجربه میکنم تنها راه منه، حسیات من مقیدش، این بله. حسیات من، این من از شما از کجا آوردید؟ یعنی چی از کجا آوردید؟ این چیزی که من حس میکنم، من حس شما رو که ندارم، من حس خودم رو دارم، حس خودم میشه ملاک همه چیز، همه دنیا رو همین ملاک خودم میدونم. آفرین، حرف شما کاملا صحیح و متین. شما این تمرین آره متو رفتی به بعد موضوع نداره چیزه. حرف من متین رفتی به موضوع نداره. ببینید این حرف متین بودن هم خودش یه آوانس بوده. ببینید جناب آقای زئوس، ببینید میگید حس من یعنی معتبره و معیار همه چیزه، این من باید وجود داشته باشه که این حس رو شما دارید تجربه اش قلم داد میکنید و تلقی میکنید، این من از کجا اومده؟ من رو تجربه کردی؟ نه. این من بود که تجربیات این منو دارید معیار تنها راه زندگی تو میگیرید. بله. این صحبت ها رو کردیم. یعنی این من بوده؟ این من رو فرض میگیریم که بوده. من نمیتونم اثبات کنم این من وجود داره. این چیزی که من درک میکنم و من به اصطلاح بهش اعتبار دادم.
این رو من فرض میکنم، من یقین دارم، ولی این یقین من هیچ اثباتی نداره، فرض منه در واقع. این بحث رو صحبتش هم کردیم، ربطی هم به موضوع نداره. اگر صحبتی ندارید بریم ببینیم دوستان چه نظری دارند. دوستان که ماشاءالله دریای عدمن، من میبینم بحثاشون رو. بفرمایید. البته نه همه دوستان، بسیار دوستان بزرگواری هستن، الان دوستان آتیستی توی گروه هستن، تو همین ویسجت توی پی وی ما با همدیگه در ارتباطیم و بسیار آدمای با شخصیت، ولی بحثی که هست دوستان هنوز مباحث رو آکادمیک دنبال نکردن. بس اینجور که شما دارید. اینجور که شما دارید در واقع اهانت میکنید به شخصیت دوستان بی خدا، اجازه بدید. من این بحث منی که مطرح کردی، این من باید اثبات شده باشه که تجربیاتش رو شما تنها راه زندگی بگید. نه این من نه شما ترکیب مبنایه. خب این فرض هم که میگید بالاخره یک چیزی باشه باید فرض بگید. این فرض شما از کجا میاد؟ چه مبنایی داری که فرض میگید؟ فرض گرفتم دیگه. حتما نباید چه مبنایی فرض گرفتید؟ فرض دیگه مبنا نمیخواد که. ما هر چی رو میتونی فرض کنیم. ما میگیم علم حضوری رو فرض میگیریم، میگیم مبنای علم حضوریتون چیه؟ بعد شما اینجا فرض میگیرید شما فرض بله نه شما میتونید فرض بگیرید. شما میتونید علم حضوری رو نمیذارید حرف بزنم. شما میتونید علم حضوری رو فرض بگیرید. شما هر چی که فرض بگیرید، من هیچ بحثی روی فرض شما نخواهم کرد. شما فرض بگیرید خدا هست، من هیچ بحثی نمیکنم. میریم سر ادامه بحث. نکنید کلا منطق اینه که شما هر چی رو که دلتون بخواد میتونید فرض کنید و هیچ بحثی هم روی اون نباید بکنید. آفرین. میایم سراغ فرضیات. شما میگی هر کس هر فرضی گرفت من روش بحث نمی کنم. شما تصور کنید همه مسلمین میگن خدا مفروض ماست، پس شما چرا علیهش کلیپ میسازی، حرف میزنی و توهین و تمسخر میکنی اینا رو؟ چون فرضشون نیست. بر این باور دارن. نه. من آقای این بحث جدایی، آقای جمالی، من میتونم فرض کنم یک مساوی با دوه، بعد میتونم سر این صحبت کنیم که حالا که یک مساوی با دوه، آیا دو هم مساوی با سه هست یا نیست. میتونم سر این بحث کنیم. این فرض منه که یک مساوی با دو. این فرق میکنه با اینکه واقعا اعتقاد من باشه. مسلمان ها واقعا اعتقادشون اینه که خدا گفته برید مثلا کافر رو بکشید. وقتی این چون این اعتقادی دارن، من باید باشون مقابله کنم. ببینید شما وقتی میگید فرض، دقت کنید، وقتی میگید فرض باشه من کاری باشون ندارم، باور که یک پله بالاتر از فرضه. بله اصلا رفت اصلا مباحث بله. معرفت شناسی رو بله با فرض کتاب معرفت شناسی بله اون بالاتر از اینه ولی خیلی خوب ببخشید بریم سر اپیستمولوژی. کدوم کتاب معرفت شناسی رو شما مطالعه کردید؟ من هیچ کتابی مطالعه نکردم. اجازه بدید ببینیم دوستان چی میگن. موافقید؟ دوستان بفرمایید. بله بفرمایید.